امروز گفتگویی داریم با یک هنرمند افغان که در استودیو هست، با ما هست و دوست داریم بیشتر با هم باهاش آشنا بشیم. فرید عزیز، خوش آمدی. خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که با شما اینجا هستم. مرسی. و درود فراوان برای همه بینندگان عزیز شما. مرسی. و همه فارسی زبانهای محترم. بسیار عالی. خب اول از خودت به من بگو. به من بگو که چند وقت آمریکا هستی؟ کجا به دنیا آمدی؟ بعد چی شد به آمریکا آمدی؟ والا من خودم زاده کابل افغانستان هستم. من در حدود 40 سال از مهاجرت کردم تو آمریکا زندگی میکنم. و همش دیگه تو آمریکا بودم و بدبختانه شرایط مساعد نشد که دوباره برگشتم افغانستان. ولی همیشه اینجا هستم و همش در فکر مردم و افغانستان همیشه بودم و احساسات من همیشه به اونا هست. خانواده چی؟ پدر، مادر، اینها آیا در حیات هستن، نیستن؟ اونها هم با تو اومدن آمریکا، نیومدن؟ نه، من اتفاقا من اول اومدم آمریکا. بعد از اون خانواده بعد از من مهاجرت کردن اینجا آمدن. پدر من رویشان شاد دیگه با ما نیستن. بله. فوت کردن. ولی مادر و خواهرها دیگه همه اینجا هستن. خب سلامتی. پدر چی کار میکردن؟ پدر من پروفسور کمستری بودن تو افغانستان، تو دانشگاه ساینس، و بعدنم رئیس علوم دانشگاه افغانستان بودن. همه دانشگاه ها؟ همه دانشگاه افغانستان. بسیار عالی. بعد خود شما وقت چی شد رفتید دنبال کار موسیقی؟ والا از کمیستری آشنایی داری با کمیستری یا نه؟ زیاد نه. نه نمیدین چطوری باید اسیتون کوریکتورس بشه؟ نه نه متاسفانه نه. اوکی. خدمتتون عرض کنم که من بچه که بودم سنای 6 سالگی خیلی به موزیک علاقه داشتم. بعدن بابام همیشه تو کتاب و درس این چیزا بودن. ما دیگه تو افغانستان میگفتیم تو کوچه با بچه ها پلی میکردیم و دیگه ساکر و فوتبال ما میگیم فوتبال. وقتی من میامدم خونه میدم که بابا همش تو کتاب و درس و جستجوی علمی بودن. من دیدم این زندگی خوبه ولی پلوش باید یه انترتینمنت باشه. بعدن خوشبختانه بابای من برای تجسسات علمی از طرف دانشگاه علوم سفرهایی میکردن تو اروپا. یه بار تو این وقتی من کودک بودم و این سنهای 6 سالگی میرفتن فرانسه، از من سوال کرد، چون وقتی میرفتن برمیگشتن برای همه یه هدیه می آوردن، از من سوال کرد، گفت پسرم تو چی میخوایی؟ من گفتم اگه امکان داشته باشه شما برای من یک اکوردیون بیارین من ازتون خیلی ممنون. بابا میهو تعجب کرد، گفت این تو خیلی کوچکی، برای تو من فکر نمی کنم که اکوردیون به این سایز تو باشه، اصلا پیدا نمیشه. بعد گفتم خب بذار من اونجا رفتم ببینم چه. خوشبختانه وقتی که برگشتن دیگه فرداش بعد از اینکه استراحت کردن و اومدن گفتن من و خواهرم گفتن بیاین که یه این تحفه ها و هدیه ها را باز کنیم ببینیم چه آوری. وقتی نوبت من شد دیگه قلب من اینجوری تونتون میتوید. خوشبختانه پدر من یک اکوردیون کوچک پیدا کرده بودن که فکر میکنم اکوردیون هانر آلمانی بود. بعد از اون دیگه من دو هفته اول چون خیلی علاقه به موزیک داشتم شب و روز پرکتیس میکردم، اولین آهنگ رو در ظرف دو هفته آموختم. شوخی میکنی؟ نه. با گوش؟ با گوش. بله. واو. چه جالب. بله. چی بود؟ یادت بیاد آهنگی چی بود؟ آره. چی آره. بود؟ یک آهنگی که اون وقت تو خیلی پاپیلر بود تو افغانستان به نام قالین ببافیم، که البته خیلی آهنگ ساده بود، برای اونم من خیلی زود اون آموختم. میگفتن بیا بریم قالین ببافیم سوی تخته تخته پارچه پارچه
غالی های سرخ و سفید بریار برگ بید. میخوندی و خودت؟ نه من اون وقتی میخوندم. نمیخوندی؟ فقط میزدیش میکردم. آها. فرید برادر هم داری؟ نه آره من من ماشاءالله لوس بودی؟ لوس بودی؟ خیلی مخصوصا مامانه. یه پسر؟ یه پسر فرید جا. چند خواهر؟ ماشاءالله پنج تا. ماشاءالله پنج تا خواهر برد. خب بسیار برای خواهرام جذابه دیگه یه برادر داشته باشن پنج تا خواهر. آره خواهرام من خیلی دوست داشتم ولی بعد وقتا یکمی از من یکمی جلس بازی در می آوردن چون مامان وقتی غذا خوردن می شد فرید بیا اول فرید بود بعد بقیه. خب بسیار عالی. الان خواهرها همه اینجا آمریکا؟ حتما چهار خواهرم اینجا زندگی میکنن. بله تو آمریکا هستن. یا خواهرم هم تو استرالیا زندگی میکنه. اوه چه بس ولی در ارتباط هستی باشه؟ آره خب خدا رو تلفنی و ما مرا خانم هم دو سال پیش رفتیم ایشون رو ملاقات کردیم تو ملبورن. ملبورن هست. ملبورن و سیدنی. در این گوشه ساحل که کنون رفتن قلب مرا می طلبد و دل عاشق من خواهد رفت. رو به دریای که چه بارانی خود موج زند چه با توفان سخت. رو با دریای که چه بارامی خود موج زند چه با توفان سخت. خب بیایم با هم دیگه صحبت کنیم درباره که چی شد بالاخره چه زمانی به خواندن شروع کردی؟ والا طبقه ما برای شما من عرض کردم من خیلی علاقه خاص به موزیک داشتم و زمان خوشبختانه من در زمان خیلی خوب افغانستان زندگی می کردم. زمان ظاهرشاه که یکی از بهترین زمانهای کشور ما بود. بله. و من تصمیم گرفتم که سن 14 سالگی بناوختن گیتار گیتار آموختم. بعدن به سن 15 ما یه آکاردون هم میزد. آکاردون هم میزنم. بله. گیتار هم یاد گرفتم. گیتار یاد گرفتم. بعدن ما یه باند اولین باند راک اند رول تو افغانستان افتتاح کردیم. آره. به نام باند جیپسیز یا کوچی ها. بله. که اونجا من لید گیتاریست بودم. و بعدن یه آقای فرانسوی برای ما بیس گیتار میزد و یه آقای افغانی برای ما درام میزدن. چیا میخوندی اون موقع مثلا؟ والا من آهنگ سانتانا رو میخوندم. خیلی به آهنگ های سانتانا علاقه داشتم. آهنگ بلک ماجیک وومن. بله. بله. دیگه از این آهنگ های مختلف غربی اجرا میکردیم. که حالا من به خیلی دوستان کلابی میگم. بود یا کاباره بود؟ چی بود؟ یک کاباره بود تو کابل به نام کاباره پیزار. آها. بله. پیزار یه نوع آره یک کفشای خیلی مخصوص افغان است برای لباسای سنتی که می پوشن مثل گیوه مانند ماست مثل گیوه است مثل گیوه برای پیزار هم یک خیلی خوشگله. خب دیگه اون اسم اونو گذاشته بودن پیزار دیسکوتک یا نایت کلاب. بله. چند نفر جا می شد مثلا می اومده؟ یه 150 نفر 150. بعد چند شب میزدین شما؟ ما هفته یه بار هفته من جوونا می اومدن و میرقصیدن. جوونا می اومدن و میرقصیدن. حالا که من به دوستای آمریکایی میگم که من تو افغانستان بند راک اند رول داشتم و ما پلی میکردیم همه اومدن میرقصیدن میگفتم اوه نو نو وی چون این تصویرهای رسانه‌های تصویر امروز رو می‌بینن که می‌بینن. بله واقعا اصلا باور نمی‌کنن. بله
هیچ خاطره ای مونده از اون دوران برات یا همش خاطره هستم چنان؟ والا خیلی خاطرهای خوبه داری. مونده از اینجا مونده. چشمانم عاشق تو است، داغ لبانم تشنای تو است، آغوشم تو را میخواهد، شرم دستایم تو را میخواهد. مرغ ناز من بر بامم بمان، مهرم را تو از چشمانم بخوان، درمان منی درمان تو هم، بشنو از دلم بر تو عاشقم. زبان فارسی ما با کابلی ها نزدیک، خیلی ماها بیشتر با هم دیگه فارسیمون نزدیکتر هستش. آره یعنی تهرانی ها بهتر بشه گفت. بله. تهرانی ها با کابلی ها زبان فارسیمون بیشتر نزدیکتره. نزدیکتره. بله. آره. بله. داره تا جاهای دیگه افغانستان. آره ببین توی کشور کوچک ما داریم هر منطقهش یه لهجه مخصوص داره. درسته. آره. و فارسیشون مثلا اونایی که فارس اون شهرهایی هم که فارسی صحبت میکنن بازم فرق میکنه. بله بله. لهجه ها خیلی فرق خیلی فرق میکنه. مثلا شما میرین شمال یه لهجه دیگه است. درسته. جنوب میرین یه لهجه دیگه است. بله. بعضی جاها که من خودم میرفتم مثلا نمیفهمیدم چی میگن چون لهجه ها خیلی فرق میکنه. بله. زبان دیگه پشتو هم بلد هستی یا نه؟ والا من مامانم قوم پشتونه. آها. آره. از قوم پوپلزایی بودن. بابای من هم فارسی زبان است. آخه. ولی چون همه تو کابل وقتی که کابل زندگی میکنید تعداد زیاد نفوس مردم اونجا فارسی صحبت میکنن. پشتو هم هست ولی تو فامیل ما همیشه فارسی بوده. بعض کلمات یادم هست ولی صحبت نمیکنم کلن پشتو. چی شد که خانم شیرازی انتخاب شد؟ والا ببینید شیراز جای هنر. آها. شاعری. خوب. بعدن هم یه خانم زیبا نجیب. آها. بیوتیفول. وقتی که من ملاقات کردم دیگه چی شد اون وقت؟ دیگه دل رفت. دل رفت. دل رفت. با خونه غذای ایرانی میخوری یا غذای افغان میخوری؟ والا بیشتر غذای ایرانی. بیشتر غذای ایرانی. غذای ایرانی. بله. غذای افغانی هم میخوریم ولی بیشتر ایرانی. تو درست میکنی غذای افغانی رو یه خانم درست میکنی؟ من که اگه درست کنم کس نمیخوره. هیچ کی نمیخوره. هیچ کی نمیخوره. من اتفاقا آدمی هستم همیشه هر کسی میبینم که افغان هستش که دوستای زیادی هم دارم میپرسم رستوران خوب افغان کجاست تو لس آنجلس، من میخوام برم یه رستوران خوب. اما رستوران ایرانی که مطمئنن میری دیگه. بله بله. میگن آدم هر چی زنش باشه به طرف اون کشیده میشه دیگه، خود به خود یه جا کشیده میشه. فارسی میخونی کلا؟ خب زبانت هم فارسی. بله. هست دیگه. دوست دارم به من بگی که چی شد مثلا آهنگ مای وی رو تصمیم گرفتی یه دفعه اجرا بکنی؟ والا ببینید به فکر من هنر از زیبایی های کلچر اون منطقه میاد تو انسان. من چون یه مدت زیاد تو آمریکا زندگی کردم. یه سوالی وسطش فرید، آمریکایی زندگی کردی یا افغان زندگی کردی؟ یه سری یه سری 40 سال آمریکان، 44 سال آمریکان، مثلا ایرانی ها هنوز ایرانی زندگی میکنن، یه سری 40 سال آمریکان آمریکایی زندگی میکنن. والا من شخصا بگم ما 60-70 درصد افغانی زندگی کردیم، 30 درصد هم آمریکایی زندگی کردیم. خب اوکی. بله تو این کلچر زیبای آمریکا با این موسیقی هایی که هر روز آدم میشنوه، من شخصا خیلی علاقمند دو هنرمند آمریکایی هستم که یکی خدا بیامرزه آقای فرانک سیناترا و آقای الویس پرسلی.
و چند آهنگ هست به فکر من که همیشه جاودانه میمانه. یکی از آهنگ ها این آهنگ My Way آقای فرانک سیناترا هست که خیلی آهنگ قشنگ و خیلی آهنگ معنادار. یکی هم آهنگ مرا ببوس ایران، خیلی آهنگ قشنگ. و یک آهنگ هندی است به نام دوست دوست نارها، خیلی یه موزیک خیلی قشنگ داره و این آهنگ ها خیلی جاودانه است و همیشه میمانه. بعد من یه روز تو لیوینگ روم خونم با پیانو پرکتیس میکردم، میخواستم آهنگ این آهنگ به لیریک فارسی بخونم. بعد یه تیکش رو خوندم و دیدم نه، من میتونم این آهنگ رو به خوبی اجرا کنم. بعدا گفتم بیا یه تکش فارسی بخون، یه تکش هم انگلیسی. اینجوری ساختیم و خوشبختانه خیلی مورد علاقه من خیلی زیاد پیدا شده براش و کار خوبه به فکر من اومده بیرون. از صدای گذره و چلون میفهمم تونتر از با بروان، عمر گران می گذرد. از صدای گذره آب زندگی را نفس نیست، بازش غم خوردن نیست. آن قدر سر بخند تا که ندانی غم چیست. حالا یه چیز جالب بازد بگم داشت توفتی فرانک سیناترا. من هر روز صبح زنگ ساعتم رو طوری گذاشتم که با آهنگ های فرانک سیناترا از خواب بیدار شد. به به باور کن. یعنی من 20 دقیقه آهنگ های مختلف، حالا شافل میکنه دیگه، 20 دقیقه آهنگ های فرانک سیناترا صبح از خواب بلند میشم گوش میکنم. گفتی فرانک سیناترا واسه هم جالبه، چون منم جزو همون آدم های هستم که خیلی کم اتفاق میفته که مثلا یه نفر این کار انجام بده، یه ایرانی مثلا با آهنگ های فرانک سیناترا هر روز از خواب باشه. آخه آهنگاش خیلی معنادار. آره من خیلی... هم همینطور، من هم خیلی دوست دارم، خیلی صدا... حسشو دوست دارم. سازها، اون صدای سازهایی که میشنوی رو دوست دارم و دیدم تو کار تو هم همش تو اون حس ملودی و اون حالت عاشقانه و رومانتیک رو حفظ کردی. دلیلش چیه؟ من خودم علاقه‌مند این آهنگای رومانتیک هستم. بله زیاد دوست دارم آهنگای رومانتیک. خود آدم رومانتیکی هستی؟ به فکر من آره. به فکر خود خانم تن که دیدم میگو باره خانم فکرم... هم که صفر راضی هستم. خدا رو شد، خدا رو شد. خب اگه راضی نمی بودم میرفتم سراغ آهنگای دیگه. آره. ولی خب آدمی که راک اند رول میخونده یا راک میخونده هنوز هم یه خود تیپ راک تو حفظ کردی. ولی آهنگای رومانتیک میخونی، این بالاخره یه حسی، یه چیزی باید تو وجود داشته باشه. آره ولی این دیگه یه تعدادش هم نظر بسنه. وقت انسان سنای جوانی. آخه تو تینیجر هستی که الان. الان ماشاءالله که تینیجر هستم. ولی یه مرور زمان وقتی آهنگای راک اند رول انسان می نوازه و علاقه داره، آهسته آهسته بدن تستا فرق میکنه. البته تو غذا هم اینجوری، یه زمانی و همه چیزا تست انسان فرق میکنه. بله من شنیدم مای وی رو، برام جذاب بود، خیلی جالب بود و خوشم اومد. بعد دیدم کار اسپانیش هم کردی، یعنی باز دوباره این تلفیق این دفعه فارسی، انگلیسی و اسپانیش رو بغل هم دیگه قرار دادی. اون چطور بود؟ والا یک آهنگ آقای، یه روز من تو یوتیوب آهنگ آقای آندری بوچالی رو میشنیدم، آهنگ برام خیلی آهنگ مشهور اسپانیش از برام کیسه است که معنای انگلیسیش میشه perhaps و فارسی میشه شاید. دوباره اینا خوندم، دیدم که من میتونم این آهنگم با سلسان اجرا کنم.
بعدن چون ما تو این محیط لاس آنجلس دیگه همه ماشاءالله فارسی زبان هم خیلی زیاد داریم. درسته. اسپانیش که ماشاءالله خیلی زیاده. بله. تو کشور آمریکا هم که زندگی میکنیم. بله. گفتم اگه اینو با هم با سه لنگویج بخونم شاید علاقه‌مندا بیشتر دوست داشته باشن. بسامه بسامه موچو Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. میبینم که خب داره جواب میده، به خصوص که این روزگار و این دور زمونه خوانندگانی که به فارسی افغانی که فارسی هم میخونن خب تعدادشون محدوده، تعداد زیادی نیست متاسفانه و این موقعیت خوبیه. بعد یه چیز جالب برام به نظرم میاد، چون منم مثل خود تو هستم، من الان 44 سال ایران نرفتم و سن خیلی کم از ایران خارج شدم. بعد ماهایی که نرفتیم میبینیم همچنان این عشق ایران، عشق افغانستان، عشق وطن رو داریم و دیدم ازت یه کاری انجام داده بودی در رابطه با وطنم و داشتید از وطن خوندی. آره بله. چرا؟ چی شد؟ فالا یه روز من تیوی رسانه ها نگاه میکردم راجع به این شرایط وخیمه که تو افغانستان بود، دیدم که این البته من با سیاست این حرفا کاری ندارم، من دل من برای اون مردم بیچاره افغانستان که در ظرف 44 سال اخیر که همش تو جنگ و جدال خیلی زندگی بد داشتن، خیلی سخت بر. مخصوصا اون صحنه‌ای که همشون تو فرودگاه کابل می‌رفتن می‌خواستن فرار کنن یه جوری قلبم براشون خیلی گرفت. بله. و چون از دست من دیگه کاری دیگه نمیتونستم کاری بکنم، بذار اون احساسات من به توسط یک آهنگ اون هنر ناچیزی که من دارم احساساتم رو براشون بیان کنم، که شعرش رو یه آقای ایرانی به نام آقای زکایی برای من گفتن و من خودم آهنگ کمپوزش خودم کردم، اریجمنتش هم خودم کردم. آقای زکایی؟ آره، یک شاعر ایرانی به نام آقای زکایی. آها. که البته من با ایشون زیاد کار نکردم ولی این شعر رو برای من گفتن. بله ان شاء الله. خب و بعد این آهنگو خوندی؟ آره. هی ملت آزاده افغان، ای مردم آواره افغان، ای کشور در بنده دشمن ها، یه به کسو تنها، یه به کسو تنها. اشک شما در زیر پلک من، بغض شما را در گلو دارم، عشق شما در زیر پلک من، بغض شما را در گلو دارم. برات ایمیل و اینا میاد، ایمیلی داری که مثلا کسی بخواد باید ارتباط برقرار کنه روی اینستاگرام، روی ایمیل چطوری میتونن؟ آره همه میتونن. من میخواستم اینستاگرامی هم به نام فرید باشه، FARID Music، ولی بدبختانه همه فرید ها نمیفهم مثل که فرید زیاد داری شما. آره فرید زیاد داری، هم خواننده داری، هم آهنگساز داری، همه چی داری دیگه. نه تنها تو افغانستان. آره. بلکه تو کشورهای عرب و درسته. این طرف ها خیلی فرید. بله. و همه این اسمای فرید گرفته شده بود دیگه. ما یک اسپیل دیگه کردیم. FREAD. آها. فرید. فرید. فرید میوزیک.
F-R-E-A-D دوستان میتونن که اینو گوگل کنن و همه آهنگای من تو همه رسانه ها هست. چقدر خوب بره. چقدر خوب. میدونی ما دفعه اول هم دیگر رو میبینیم. بله. انرژی خیلی خوبی داری فرید. و همه انرژی های خوب مال شما. نه واقعیت دارم بهت میگم انرژیت خیلی خوبه. ممنون شما. من خوشم بره. دوست دارم یک کسی که وقتی انرژی خوبی داشته باشه این انرژی رو منتقل میکنه. اگه تو آدمی مثلا باشه که آدم نتونه باهات حرف بزنه یا مثلا اون انرژی به من ندی، من هر کاری هم بکنم باز دوباره بره. نمیشه دیگه. ولی انرژی خوبی داری. لطفتون است. نه واقعا میگم و من دوست دارم که اتفاقا ازت کارهای مختلفی رو بشنویم و چقدر خوبه، چون میدونم ما خودمون هم بیننده افغان زیاد داریم، تماشاچیایی داریم که بالاخره برنامه‌های ما رو نگاه میکنن و حالا یه زمانی تو افغانستان هم زیاد با ما تماس میگرفتن از کابل اینا، الان یه مدتی نمیگیرن مطمئنا یه خود برایشون سخت شده. آره دیگه سخت شده من دیگه نمیتونم. ولی چقدر خوبه که این بتونی این کار رو انجام بدی. گفتی سازهای مختلفی رو میزنی، گیتار میزنی و آهنگارم شنیدم خودت ضبط کردی. بله من تو خونه یه پرسنال استودیو دارم که آهنگای خودم من خودم اونجا ارنج میکنم، خیلی سازاشم خودم میزنم ولی یه قسمتش هم دیگه میفرستم برای آدمای پروفشنال برای میکسینگ و ماسترینگ. آها. و یه تعداد نوازنده خوبم انوایت میکنم، مثلا وایلن یا چیزای مخصوصی که شنیدم تو خونه استودیو خیلی قویه. ممکن آره استودیو خوبه دارم من. خب مثل که رفتی همه کاراتو کردی، پولا رو جمع کردی، یه خیالت راحت شده درایور سیت یا بک سیت نشستی و دیگه انا خودت داری میرونی. والا خوشبختانه من تو شرایط زندگی مالا اینجوری است که میتونم این کارا رو بکنم. خیلی خوبه. چقدر خوبه. چقدر خوبه. تو من همیشه پیشنهاد میکنم به همه که وقتی میخوایی کاری بکنید که از دل خودتون باشه، دوست داشته باشین و نیازی نداشته باشید که به خاطر درگیری های مالی یا این مسائل مجبور شید دست به کاری بذارید که خودتون دوست نداشته باشید. من اینا همیشه میگم. کاملا من با شما موافق هستم. این خیلی خوب هستش. حالا ببینم یه سوالی پیش میاد. من خودم خب مثلا پدر منم توی کار دیگه بوده، تو مثلا دولتی بود و این مسائل. بچه‌های دیگه هم میشناسم که خب اینجوری هستن. پدرم میگه پس بچه جان این کارا چیه؟ ول کن این دنبال این کارا نرو. الان خانواده نسبت به این مسئله فرید یا اون زمان چطوری نگاه میکردن؟ آیا نگاهشون باز بود؟ نه اینکه ماها یه مقدار توی افغانستان تو ایران اینا همیشه توی این مسائل داشتیم دیگه. من قسمی که با شما گفتم قبلا، بابای من خیلی من رو تشویق میکرد. تشویق میکرد ولی میگفت شرط اول درس و تعلیمه. آها. بعد از اون میوزیک. برو درستو بخون بعد هر کاری خواستی بکنی بکن. میوزیک در پایش. آره. ولی من چون همیشه میخواستم پرکتیس کنم، مخصوصا وقتی که با گیتار نواختن گیتار شروع کردم، دوباره بابا که رفتن خارج برای من یک گیتار اکوستیک آوردن. من یادم است که شب امتحان بود، ما تو افغانستان وقتی مدرسه میرین دو تا امتحان داشتیم، یکی میدترم یکی امتحان آخر که دیگه بعد از اون دیگه کامیاب میشی میری. ما سه تا داشتیم. شما سه تا داشتیم. سلسه اول، سلسه دوم، سلسه سوم. بله. سه بخش بود. دوران من. بله. ولی الان دیگه نمیدونم چند بخش شده. ما دو تا داشتیم. دو تا داشتید. یکی از این شبایی که فرداش امتحان بود. شما آمریکایی تر بودین. میدترم و فاینالز. داخل سه بار بهتره. چون بیشتر نه بیشتر دلهوره داشتی. دلهوره داشتی. همش فحشت داشتی. ایداد میداد. حالا امتحانه رو بداری. نه بلن بیشتر میخوندی. بابا ببینه. بلن بیشتر میخوندی. آره. زیادتر استفاده کنن این چیزا میشد. خب. آره دیگه من شب میدترم امتحانم بود. مثل که امتحان فیزیک داشتم. اوکی. دیگه من اون شب داشتم به آهنگ آقای سانتانا را داشتم بد جوری تمرین میکردم. یهو در اتاقم زد بابا. بابا اتاق زدن و تشریف آوردن تو، گیتار گرفتن همینجوری
شکستندش. شوخی؟ خب نه، تو درس این چیزا خیلی جدی بودن. گفت که that's it. گفت تو ببین، تو به من قول دادی که باید اول درس و تعلیم، بعد از اون موزیک. خوشبختانه که بعد از یه ماه دیدم که من دید که من ناراحتم، بعدم دوباره برگشتن دوباره گیتار دیگه برای من خریده. خراب کرده. آخه شب امتحان دیگه البته تقصیر من. نمره ها چطور بود فرید؟ بله؟ نمره ها چطور بود؟ نه نمره ها خوشبختانه خوب خوب بودش. خب بسیارم عالی. خب دوست دارم با همدیگه بیشتر صحبت کنیم، تو برنامه های دیگه هم بیشتر صحبت کنیم و بتونیم با همدیگه این کاری که انجام میدی رو برای مردم بذاریم و بیننده ها ببینن، صحبت بشه. خب امروز آهنگ های مختلف رو با همدیگه گوش کردیم و این گفتگو هم برای من دلچسب بود، بسیار دلچسب، و حتما دوست دارم که به زودی زود دوباره در برنامه ما بیای و بتونیم با هم دیگه گپ بزنیم و مردم بیشتر باهات آشنا بشن. من خیلی خوشحالم. شاید یه دفعه دیگه من اومدم مثلا خونت با هم دیگه تو استودیو یه سری با هم دیگه به قول معروف جمع تشریف بیاریم. آره. من در خدمتتون هستم. خوشحال میشم. منم خیلی خوشحال شدم. من خیلی خوشحال شدم امروز دیدم. خیلی ممنون. امیدوارم هستم که بتونیم بازم با هم دیگه کارهای دیگه هم داشته باشیم. حتما. و best of luck. مرسی، مرسی، خیلی ممنون از شما. مرسی. که ما امروز در برنامه شما اومدیم و با یک آقای محترم مثل شما داریم داری. مرسی. مصاحبه میکنیم. مرسی از تو. مرسی. خیلی خوشحال شدم. متشکرم ازت. Thank you so much. روزتون بخیر.